شهر مقدس کربلا این روزها حال و هوای دیگری دارد. همزمان با آغاز صبح روز عاشورا، عزای پرشور غمزنی با حضور خیلی عظیم عزاداران حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. در دهمین روز از ماه محرم، شهر مقدس کربلا شاهد حضور جمعیت میلیونی عزاداران کفن‌پوشی بود که برای مواسات با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چهره های خود را با خون خود سرخ کردند. مراسم سوگواره خون و شمشیر بعد از اقامه نماز صبح در شهر مقدس کربلا آغاز شد و تا پیش از اذان ظهر ادامه داشت. لازم به ذکر است این عزای مقدس مورد تایید بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام مظله و بسیاری دیگر از مراجع اعظام تقلید می باشد. در این مراسم هیئت‌های مختلف از حسینی‌ها خود را به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام حرکت داده و پس از انجام غمزنی در خیمه‌گاه حسینی و سپس صحن مطهر حسینی با عبور از خیابان بین الحرمین خود را به آستان مقدس عباسی رساندند و در صحن حرم حضرت عباس علیهم السلام با قمه و شمشیر خون خود را در عزای سید و سالار شهیدان جاری ساختند. این سنت حسنه از زمانهای دور در شهر مقدس کربلا برگزار شده که البته در زمان حکومت بعث در عراق ممنوع شد، ولی پس از سقوط نظام بعث احیای این عزای مقدس دوباره همچون قرنهای گذشته در شهر مقدس کربلا از سر گرفته شد و تا کنون ادامه دارد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. گفتنی است این مراسم غمزنی به طور همزمان و زنده از 6 شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش گردید. ناگفته نماند در بسیاری از شهرهای جهان نیز مراسم غمزنی در صبح روز عاشورا برگزار شد. تصاویر برخی از این مراسم در کشورهای مختلف جهان را با هم ببینیم. يا ابو العنبر اخذ من عندك فلوس